زانوت بشین یه دقیقه دو دقیقه چون زیارت آداب داره محترم بریم. قشنگ ترینش به نظر من بین الحرمین بود، یعنی نمیدونستم حرم حضرت حسین نگاه کنم یا حضرت ابوالفضل. نشسته بودم اون وسط، نمیدونستم باید چی کار کنم. کجا بری؟ بابر قبله نه بین الحرمه ها بریم. آماده ای؟ اللهم ارزقنا حرم آرزوم کربلا برم. خیلی کسا هسته که دوست داره لحظه های اینجا رو درک بکنه. آرزوم کربلا برم، نکنه میخوای بگی که منو به نوکر قبولم کن، من همین برام بسه، منو به نوکر قبولم کنید برام بس. نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشه، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشه. خدا اون روز و نیاره که برات گریم نگیره، خدا اون روز و نیاره بی تو قلبم شتیره. من میتونم بیام روم و زمین نزن حسین، آقا توی صحن و سرات بیام روم و زمین نزن حسین، جلو ذریعه با صفات بیام روم و زمین نزن حسین. سلام علیکم حاج آقا، من مرتضی رفیعی هستم از اصفهان. آقا من یه ماشین داشتم، رو ماشین وضو میگرفتم و از اهل بیت میخواستم، گفتم خدایا ما را از خادمی ننداز، خادمی آقای امام حسین باشیم. و از اون روز اومدم فرودگاه اصفهان و تنها بودم، با حج خانمم بودم، گفتم خدایا من که الان میرم کربلا تا حالا نرفتم، چیکار کنم که به صلاحن با حج خانمم. از که وارد سرزمین کربلا شدم، اون فکری که میکردم، یعنی فکر من این بود که اهل بیت اون زمان به چه صورت میوردند. نمیدونستم که مردمان عراق واقعا مهمان پذیرند. فکر میکردم دختر 3 ساله امام حسین و الان بیابون برقوته، هر جا رفتم این برادران عراقی و جلوم نمیگرفتم، گفتم خدا آقا بفرما. این درسی شد، اولی سفرم بود برای من، اول که انشاءالله سلامتی امام زمان از خدا میخوام که زود به دادمون برسه، آقا امام زمان بیاد و انشاءالله عدل برقرار بشه و تمامی کسانی که واقعا به یه نحوی نتونستن بیاند آقا را زیارت کنند، از خدا میخوام اهل بیت و به حق دختر 3 ساله آقا امام حسین قسمتشون بشه. و ما هم از همینجا الان نایب الزیاره کل دنیا
که انشاءالله اونم نصیبشون بشه دا بتونند استفاده از یه اهل بیت ببرند و اگر در این خانه اومدند بدون باش که حاجتشون برآورده میشه. آقا اونطور که این آقایون فکر میکنن اینطور نیست و واقعا چه نجف ما رفتیم، چه مردمانی خوبی، چه رفتیم سامرا، واقعا اونطور که در نظر داشتیم هرگاه صحبتی میشد ما اونطور که فکر میکردیم نبوده. واقعا مردمانی خوب و مهمان پذیر بودند و امنیتش اونطور که میخواستیم، چه اون خدمه، چه اون خادمای آقای امام حسین که من واقعا تشکر میکنم ازشون. یه وقت یه شخصی گفت آقا همین حرفم تو حرم آقا، تو حرم امام رضا خادمه به این آقای فروغی گفت که آقا شما این پدرن کفشش ازش بگی دو تا بوسش کنه برو. همین جا اومدم تو حرم امام حسین دم باب القبله دیدم این خادم امام حسین مشهد دیدم، دست منو گرفت گفت آقا بفرما. و اگه کسی رفت به خودش قسم به همون خدا، اگر کسی رفت در خونه خدا دست خالی بر نمیگرده. حاج آقا، آقا به حق امیر المومنی مولا که ولایتش همه در سینه دارند، به حق دختر 3 ساله آقا امام حسین، به آقا ابوالفضل قمر بنی هاشم قسمش میدم، سقای دشت کربلا، اینا که در خونشون آبرومندند خدایا آبروشون رو حفظ کن، خدایا مریضامونا خصوصا مریضامونا، کسانی که این جوونامونا چه دختر چه پسر، خدایا به خودش قسم ولایت امیرالمومنین در سینهشون قرار بگیره. خدایا پروندمونا از خدا میخواد، فقط دست خدا باشه، روشوا نکنست که بخم پیش آقا امام حسین شرمنده بشیم. خدا میدونه این قلبم چی میگه، میگه که خدایا خودت. انشاءالله ما هم از خادمین از خدمه تشکر ویژه‌ای دارم و امیدوارم روز به روز قدمی که در راه خدا برمیدارین توفیقی بزرگ بدون بدت. واقعا وقت میذارین برای این زائر امام حسین، جا داره که تشکر کنم از کل مجموعه امام حسین. یا امام حسین خودت میدانی بس، تا اونجا که من میتونه و در توانم هست در راه اهل بیت قطع کنم. و السلام علیکم و رحمت. لطفی که کردی تو به من مادرم نکرد، ای مهربان تر از پدر و مادرم. Say,